آقای نوروز، اگر اجازه شما باشه چند تصویر داریم، میخوایم تصویر رو بر شما نشان بدیم و پیرامون این تصاویر نظرات شما رو بسیار کوتاه با خود میداشته باشه. آقای نوروز، دلار چقدر زندگی انسان ها رو تانسته تغییر بده؟ و چی آورده بر سر زندگی انسان ها؟ این بسیار سوال خوب است. دلار دنیا رو تغییر داد. کدام وقت که پرزیدنت نیکسل در 1945 در 1970 دلار یک کرنسی ورلد کرنسی کرد و سعودی امرش هم کاری کرد، فکر میکنم دنیا به انگلیسی میگن ورلد اوردر، یعنی کل دنیا رو تغییر داده، نه فقط زندگی یک نفر. و جالب چیستم که در هر 84 سال کرنسی دنیا تغییر میخوره، لیکن واحد پول در تاریخ انسانیت دلار بوده که در یک سال دو سال تانوز تغییر نکرده. بله بله بله، یعنی بسیار جالب است. بله بله، در کنار این موضوع همین دلار هم چهره یگان نفر هم نشان میده. بسیار خوب، من اکثر میگم که یعنی که انسان همو انسان میباشه، دلار فقط افشایش میکنه. افشایش میکنه داخل چی بوده. بله بله بله، تشکر، یک معلومات بسیار خوب بود. آقای نوروز، شما یک دعوتگر هستین و استفاده از نکتیایی کار عیسویت و عیسوی ها هست از دید شما، آیا آرام است؟ این سوال بسیار خوب است و از هم خبر دارم که یکی از علمای ما، بله، یکی از مقامات امارت اسلامی، بله بله، این درباره تایی گفتن که در شریعت حرام است. به نظرم بهتر ایست که یک کسی به چیز حرام میگه دلیل بیاره از قرآن و حدیث و از علمای کرام ما، از کبار علما، و کسی بگه که ادرس عیسویت است، باز دلیل بیاره که عیسویت ایره قبول داره به حیث ادرس خود، یا ما باشن میگه که ادرس خود است. لیکن تای اصلا بروسنیان مردم شروع کردن، کسایی که مسلمان بودن و با کسایی که ما معلومات گرفتیم و ریسرچ که ما دارم تانوس، ما ایره کسی که به ما دلیل بیاره بگه حرام است قبول خواهد کردم، لیکن تانوس دلیل آورده نشده. لیکن کسی که میخواد بگه این معلومات می اضافه کنه، من خوش هستم که این معلومات می اضافه شه، کسی به دلیل بیاره. ما تصویر شما رو همراه نکته دریشی قدر ندیدیم، استفاده میکنین؟ ما استفاده کردیم، کدام وقتی در پانتون بودم استفاده کردیم، لیکن زیاد شاخی خودش نیستم، یعنی خودم شاخ نمیکنم، لیکن لازم نیست چیز خودم شاخ نمیکنم، به می خاطر بگم که ناجایز از همو خاطر نشان آمده. لیکن ما با مردم میگم که یک چیز ریسرچ کنن ببینن که از کدام آدرس آمده، بسیار خوب خواهد بود، لیکن کلتوری به دیده نشد. در مورد این تصویر آشنایی دارین؟ بله، امروز میشه صحبت کنین؟ این یک جوان عراقی است که کدام وقت سیودن رفته بود و بعد از او قرآن درد داد، نعوذ بالله، یک عکسالعمل بسیار منفی از مردم داشته باشند. ما خودم دیگه باره ویدیو جور کردیم و این بیان آزادی نیست، بیان نفرت است، به خاطر که همین مردم جواز گرفته بودن، میخواستن جواز به خاطر تورا، لیکن اسرائیلی بنجامین نتانیاهو همراهشان انتالی بنت و دیگرا تماس گرفتن به همراه سیودن و اونا بسن جواز ندادن، لیکن چرا به قرآن دادن؟ به معلوم میشه که یک بام دو هوا است و این واضح میکنه که این نفرت به خلاف اسلام مسلمان ها دارن و این بشان بسیار منفی تمام شده، به خاطر که زیاد مسلمان ها اسبابش نمیخرن و خصوصا در افغانستان هم زیاد مشکل بشان. حالا یک جوان مسلمان عراقی چرا تو یک کار رکنه؟ این اصلا مرتد شده بود، یک کسی در عراق ما دیگه مذاهب هم داریم، لیکن فکر نمیکنم که مسلمان باشه. مسئولیت کشور اسلامی در قبال چی باید بیشتر باشه؟ فکر میکنم بهتر است که مثلا سفارتاشون بشان بگن که ایره بسته کنن، عام مسلمان ها چیزی که در سیودن میه و چیز از دیگه مثلا خریده نشوا، امرشون بزنس نکنن. کدام وقت سر مسلمان ها ظلم بود در هندوستان، ما یگان قرارداد با امره هندوستان داشتم و مکمل قطع کردم شد و همچنان مسلمان ها میتونن به سفارتاش ایمیل کنن، باشون بگن این کارتون درست نیست و دولت ها میتونن امرشون سفیرشون پس دعوت کنن، سفیر اینا رو پس ایراد کنن. ما تقریبا 52 کشور هستیم و جی دی پی ما از اروپا که زیاد، از اروپا 14 تریلیون جی دی پی داره و مسلمان ها 21 تریلیون جی دی پی دارن. بسیار خوب میتونیم باشن جواب بدیم اگر بخوایم جواب بدیم. اگر بخوایم. بله. آقای نوروز، وقتی که در شهر کابل گشت و گذار کنین یا در شهرهای دیگه افغانستان، امی قیمت یک درجن کیله که یک فروشنده میفروشه از 60 یا 70 افغانی زیاد نیست. یک درجن که 6 دانه یا 12 دانه داره، اما شما یک دانه کیله را با قیمت 30000 پوند فروختین. مشوری میست که کیلوارا باید کیلی خود با ما بیارن که ما بشون درست بفروشم. بله بله بله، یک فروشنده خوب است. نه مشوری ماست، ان شاء الله فردا مردم میشه ما کیلو رو دویدا بیارن کیلو بفروشن. اما تو یک کارم خاط شد. ای اصلا کیلو مردم نخریدن، ای کیلکس اوکشن شده و مشکلات مردم افغانستان خریدن به او پیسې دادن.